من 19 سالم بود، شوهرم 26 سالش بود. 19 سالم، ایشون 21 سالشون بود و منم 17 سالم بود. ازدواج کردم، تموم شد و بعد یواش یواش دیدم خیلی عصبیه، خیلی زود ناراحت میشه، یهو فشارش میره بالا، قرمز میشه. گفتم حسین تو چرا اینطوری میکنی؟ چرا زود انقدر عصبانی میشی؟ بعد من خودم یه حالت خونسردم. بیشتر عمرشون تو بیمارستان بودن. حتی وسطاش هم من خواستم دیگه زندگی رو ول کنم، اصلا طاقت عصبانیت و اینا نداشتم. بیمارستان میمنت یه سری بستری شد، از اونجا که حالشون خیلی وحشتناک بود، گرفته بودن، زده بودنش، میخواستن کنترلش کنن، قابل کنترل نبوده. 7 نفر نتونستن اینو کنترل کنن. از من پرسید، گفت چرا میلرزی؟ من انکار کردم چون واقعا میترسیدم. گفتم نه. گفت چرا ترسیدی؟ از من میترسی؟ گو از من نترسی، هر کی من اذیت کنه من حالم خراب میشه، این شکلی میشم. ایشون سردردهای عجیبی داشتن، پرخاشگر بودن، داد میزدن، فریاد میزدن، بیخوابی داشتن، خیلی دوست داشتن با همه بجنگن، دعوا کنن، بزن بزن کنن. بعد دیدم واقعا خیلی برام این چیزا تحملش سخته. وقتی بردمش بیمارستان دیگه فهمیدم که ایشون جانباز اعصاب روانم شدن. رفتیم پیش مامانش، مامانش گفت بابا این تو جنگ اینطوری شده. تعریف کردن که تازه بعد از ازدواج تعریف کردن که این چه اتفاقایی بهش افتاده. جانبازی رو فقط در حد همین قطع عضو و قطع نخا و این چیزا رو جانباز میدونستن. یکی از معلمامون همسرشون قطع نخایی بوده، میگم واقعا خوشحال. سختی داره اما میدونی که این مغزش سالمه، میتونه همه کار کنه. وقتی عصبانی میشن خب خیلی سخته. یه وقت میبینی اگه چاقو هم دستشون باشه اصلا از خودشون بیخود میشن. ظرف غذا دستشون باشه اصلا یه وقت میبینی پرتاب میکنن. لیوان دستشون باشه پرتاب میکنن. خیلی مشکله باشون در کنارشون زندگی کردن. تا یه خانواده برگشت به من گفت تو چجوری اینو قبول کردی؟ توی آسایشگاه جابازی هست که همسر خودش کشته. در ماه 25 روز بیمارستان بود، 5 روز خوده بود. این عاشق بیمارستان، دوست داشت بیمارستان، انگار مثل خونش بود. بعدها دیگه بیمارستان انقدر من خونه نگهش داشتم دیگه دوست نداشت بیمارستان، مثل یه زندان بود برای این. میدوی تو اتاق کمرشو خم میکرد میرفت تو دیوار با سر. تو این خونه چند بار ما شیشه هامون شکسته باز دوباره آوردیم انداختیم. بعد مثلا همسایه ها همشون هم میگن خب جانباز شیمیاییه، با بی محلی اینطوری میگن، هم میگن دیوونه است. همه میگفتن روانی شده، همه میگفتن دیوونه شده. همه میگن دیوونه، اینا خودم میدونم. همه میگن دیوونه، اینا خودم میدونم. همه میدونن که عاشقی کار دل گناه من نیست. تقصیر دل عشق تو دیوونم کرده، بیاشیونم کرده. ناز تو نازنین عاشق همه کجا کرد. تو میدونی من عاشق زمانی که حالش بد میشه ما نمیتونیم، قدرت اینو نداریم که بخوایم کنترلش کنیم. نه من شاید بتونم به جرات بگم 5 تا 6 مردم قدرتشون نرسه، چون اینا تو این شرایط فوق العاده قدرتشون زیاد میشه. زمانی که حالش بد میشد سرشو اینقدر میکوبید به دیوار که اصلا این دیواره شکاف بر میداشت. بعد بلافاصل خونریزی میکرد، خونریزی بینی. یه موقعی شب خواب بیدار میشه نمیذاره ما بخوابیم، تلویزیون رو بلند میکنه با صدای بلند، مثلا اذیت کردنش. به آمبولانس کوثر زنگ زدم، گفتم تو رو خدا بیاره، یا بیارش اون یا برش بیمارستان. و الان خودم ناراحتی اعصاب گرفتم چون که خیلی سخته. یه روزای خیلی بهم سخت میشه، یعنی یه روزای انقدر توی این خونه آبرو ریزی میشه، میرم دوستاشو صدا میکنم بیان کمک کنن که این پسر بزرگه رو ول کنه. یه کتک کاریای میشه. سعید سالم رفتن تو اتاق خواب که نماز بخونه، برگشتن اومدن چهرهشون پر خون بود. موقع نماز خوندن حالشون به هم خورده بود، سرشو متوجه نشده کجا کوبیده. بعدم من متوجه شدم که کوبیده بود به گوشه میز توالت.
هرچی سنشون بره بالا اینا مریضشون بیشتره. اونجا میگن که ما آمپول تزریق میکنن، ما میخوابیم. چند بار من رضایت دادم اونجا آوردم، خونه حالش بد شد، فقط کافیه قرصش رو صبح ندی. 35 تا قرصم اصلا تأثیری نداشت. خستم، خیلی تنهام، خیلی فشار زندگی. از تمام همسر جانباز اعصاب و روان سوال کنید، همین رو بهتون میگن، میگن اینگه ما اصلا فراموش شده. بسم الله الرحمن الرحیم. سلاح‌های مخرب کشنده جهنمی جنگی پیشرفته مدرن میتوان برای جنگ با دشمن از این دستگاه‌های دکمه‌ای استفاده کرد. قول آهنین دستگاه چرانه باشه، ماشین روز قیامت دیمیتری، دستگاه دکمه‌ای به نام جهان و هرچه در او هست و دستگاه دکمه‌ای به نام شیطان سفید. روزی دستگاه دکمه‌ای درست خواهم کرد به نام برینتون، کلینتون و لینتون. تمام شد. تمام شد. Thank you.